Hoş geldin be videoyu diğer kanalda tekrar izlediğim bu unboxing Gucci Redmi Note 10 as Xiaomi. Umarım kendi unboxing lezzet ve verir. Like ve subscribe butonları benim gibi tekrar koyun. اولین چیزی که بعد از باز کردن جعبه میبینیم خود گوشیه که محافظ پلاستیکی اون روش کشیده شده که روش اطلاعاتی مثل نمایشگر، شارژر، تراشه و دوربین نوشته شده. خب بریم سراغ چیزهای دیگه ای که شیائومی در اون جعبه ردمی نوت 10 قرار داده. دو تا دفترچه مثل همیشه در اون جعبه هستش و یه سوزن برای باز کردن جای سیم کارت و میکرو اسدی. البته یه قاب ژله‌ای خوبم داره که الان کیفیتش رو بررسی میکنیم. انعطاف پذیری خوبی داره. بعد از قاب ژله‌ای و دفترچه میریم سراغ شارژر 33 واتی فست شارژینگ شیائومی که به نسبت شارژر خوبیه و کیفیت خوبی هم داره. مثل همیشه چون ما تو ایران زندگی میکنیم برای استفاده از شارژر به یه تبدیل 3 شاخه به 2 شاخه نیاز داریم. یه کابل تبدیل USB به تایپ C هم در اون جعبه قرار گرفته شده که میتونید ازش برای شارژ کردن گوشی یا وصل کردن به لوازم الکترونیکی که از USB پشتیبانی میکنن استفاده بکنید. دکمه پاور و کم یا زیاد کردن صدا همه جنس پلاستیکه ولی کیفیت ساخت خوبی داره. درگاه میکرو اس دی و سیم کارت هم در یک مکان هستش و شما میتونید 2 تا سیم کارت و 1 میکرو اس دی در این دستگاه خودتون قرار بدید. ولی این رو هم بگم که درگاه سیم کارت و میکرو اس دی جنس شکننده ای داره و خیلی باید مواظب اونا باشید. بدنه ردمی نوت 10 هم مانند دکمه پاور و کم یا زیاد کردن صدا از جنس پلاستیکه. نوبتی هم باشه نوبت دوربین هاست. یه دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی به همراه لنز اولتراواید 8 مگاپیکسلی و لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی و لنز تشخیص عمق 2 مگاپیکسلی دوربین های پشت گوشی رو تشکیل میدن و یه دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی هم داره که نسبت به همرده های خودش از برند های دیگه دوربین نسبتا ضعیف تری داره. نقطه قوت اون باتری 5000 میلی آمپریشه و از فناوری IP53 هم برای حفاظت در مقابل خاک و آب توی ردمی نوت 10 استفاده شده. ابعاد 6.43 اینچی صفحه نمایشگر اونم ابعاد نسبتا خوبی به نظر میرسه. حالا که تا اینجا همراه ما بودید لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره و ما رو حمایت کنید تا آنباکس های بیشتری رو برای شما به اشتراک بذاریم. صفحه نمایش ردمی نوت 10 هم سوپر امولده که به نظر صفحه نمایش قابل قبول و خوبی برای این رده از گوشی هاست.
حداقل روشنایی ردمی نوت 10 حدوداً 2 نیت و حد اکثر اونم حدوداً 1100 نیته. ادغام دکمه پاور و حسگر اثر انگشت یکی از خوبی های ردمی نوت 10 که من واقعا با این فناوری خیلی حال میکنم. بریم سراغ تست دوربین، یکی از جاهایی که ردمی نوت 10 میتونست بهتر از اینها ظاهر بشه. البته همین الانش هم کیفیت به نسبت خوبی داره. 3 تا عکس گرفته شده در حالتهای معمولی، زوم 2 برابر و زوم 1/6 که به نسبت کیفیت خوبی داره. کیفیت پخش صدای اون عالی نیست ولی اوکیه و در سطح خودش خوبه. مثل همیشه بریم سراغ تست گیمینگ گوشی ها ببینیم ردمی نوت 10 در این تست گیمینگ چه میکنه. گوشی کمی به خاطر اسکرین ریکوردینگی که داشت انجام میداد داغ کرد، ولی در کل گیم پلی خوبی از خودش نشون داد ردمی نوت 10 و قابل قبول بود. این هم از آنباکسینگ ردمی نوت 10، یکی از میان رده های شیائومی. امیدوارم که ازش لذت برده باشید و این ویدیو به کارتون اومده باشه. مرسی از اینکه ویدیوی ما رو تا آخر تماشا کردید. لایک و سابسکرایب به هیچ عنوان یادتون نره. زنگوله رو فعال کنید تا هر پستی که گذاشتیم سریعتر از همه شما ببینید.